بیماری مثلا در دنیا یک مبحث جداست و مثل مثلا پزشکی فلسفه یه مبحث داریم به نام تحقیق و روی آگاهی. در مورد این مبحث فلسفه ها نظریات و عقاید مختلفی آگاهی همه بحث نظری است تا رسیده شده باشه به یه بحث علمی. یعنی شما در عقیده آزاد باشید که هر چی دوست داری انتخاب کنید، عقیده دکارت انتخاب کنید، از فیلسوفای قدیمی شروع کنید، هر کدوم که دوست داشتی انتخاب کنید. یا تحقیق کردم به یه موجود بسیار بسیار ابتدایی در کف اقیانوس برخورد کردن که میتونم با اون موجود بیان بگن آگاهی اولیه آدم ممکنه آگاهی تکامل یافته باشه. ما بحث تکاملش رو نمی‌کنیم، اما الان یه صفری داریم که بتونیم در موردش بحث کنیم. این موجود ماهی به نام آمفیوکسوس ماهی است در کف اقیانوس و آگاهیش هم در حد شکمش، بیشتر از شکمش نیست. جالب اینجاست که طناب عصبی که آمفیوکسوس داره در دور شکمش قرار داره، یعنی طناب عصبی اومده شکمش رو محاصره کرده. دقیقا هر چقدر که غذا میخوره طناب عصبی میگه بسته دیگه، پر شد دیگه نمیخواد بخوره. اومدن در مورد آمفیوکسوس که تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن ریشه یا آگاهی یا اصلا بودن هر موجودی خوردن همین تناب که در دور شکم بسته شده اگر دقت کنی در انسان باز شده، شده ستون فلات، شده تناب حرکت، شده مسئله که براش حرکت داره. اومدن رو آگاهی تحقیق کردن گفتن این حرکت هم به خاطر خوردن، این میدود چون میخواد بخورن و بعد این نتیجه رسیدن که میدود که بخورد یا میدود که خورده نشود. حالا اوج تکامل آگاهیش اینه که فهمیده که باید بخوره، ولی فهمیدم که ممکنه بخوره.